آلبوم هفته و اوهام بالاخره بعد از سالها تلاش و پیگیری های شهرام شهرباف مؤسس و سرپرست گروه اوهام نخستین آلبوم مجاز و رسمی این گروه در ایران منتشر شد. گرچه پیش از این آلبوم های دیگه ای از این گروه به صورت اینترنتی یا در خارج از ایران منتشر شده بود. در این برنامه نگاهی میکنیم به چند قطعه از آلبوم این خرقه بیانداز از گروه اوهام. میشه اوهام رو آغازگر موسیقی تلفیقی راک ایرانی دونست. شهرام شهرباف به همراه شاهرخ عزتخواه و بابک ریاهی پور در گروه اوهام نخستین آلبوم خودشون رو به نام نهال حیرت 15 سال پیش تولید کردن. اما وقتی با صد مجوز ارشاد روبرو شدن اونو بر روی اینترنت منتشر کردن تا اولین موزیسین های ایرانی باشن که از اینترنت برای انتشار کارهاشون استفاده میکنن. در سالهای گذشته چند قطعه و آلبوم اونها از طریق اینترنت و یا در خارج از ایران منتشر شده، اما این خرقه بیانداز اولین آلبومیه که به صورت مجاز و رسمی از اونها در ایران منتشر میشه. ساخت موسیقی و تنظیم همه قطعات این آلبوم بر عهده شهرام شهرباف بوده. شهرام تنها عضو باقی مانده از گروه قدیمی اوهامه که با اعضای جدید همچنان این گروه رو زنده نگه داشتن. با توجه به اینکه در مورد آثار گروه اوهام حرفای زیادی برای گفتن وجود داره، ضمن مرور 4 قطعه از آلبوم 10 قطعه ای در مرور هر قطعه به یکی از عناصر موجود در موسیقی اوهام میپردازیم. شاید یکی از مهمترین مشخصه های آثار گروه اوهام استفادهشون از غزلیات حافظه. زمانی که اونها برای اولین بار شعر حافظ رو به همراه موسیقی راک اجرا کردن با مخالفت های زیادی روبرو شدن. اما اصرار اوهامی ها در استمرار این کار و همینطور استفاده از اشعار کلاسیک توسط گروه های موسیقی دیگه باعث شد امروز شنونده های موسیقی مقاومت کمتری نسبت به این موضوع داشته باشن. با وجود زیبایی غیرقابل انکار غزلیات حافظ، به نظر میرسه اصرار بر استفاده همیشگی از این اشعار منجر به تکراری شدن فضای کلامی آثار اوهام در برخی قطعات بشه. هر کس که بدی چشم او گفت او محتسب که مست استفاده از سازهای موسیقی سنتی ایرانی، تلفیق اونها با موسیقی راک و استفاده از افکت‌های مدرن بر روی اونها یکی دیگه از مشخصهای موسیقی اوهام، کاری که اونها یکی از آغازگرانش بودن و هنوز هم به زیبایی ازش استفاده میکنن. در قطعه این خرقه بیانداز استفاده زیبا و خلاقانه ای از ساز سه‌تار شده. یکی دیگه از مشخصهای همیشگی آثار گروه اوهام تلاش برای ایجاد هماهنگی بین فضای محتوایی شعر حافظ و موسیقی. گرچه این موضوع نسبیه و به درک آهنگساز از فضای غزل برمیگرده، به همین دلیل در همه آثار این گروه این هماهنگی به صورت کامل دیده نمیشه. زاهد خلوت نشین یکی از قطعات این آلبومه که شهرام شهرباف به خوبی موفق به ایجاد این فضای هماهنگ شده. مثل بیشتر قطعات این آلبوم، در این قطعه هم شنونده تنظیمی زیبا و موسیقی با کیفیت هستیم. مخ بچه میگذشت راه زنه دین و دل، در پی آن آشنا از همه بیگانه شد، آتش رخسار گل قرمن بلبل بسوخت، چهره خندان شمع آفت پروانه شد. شهرام شهرباف مؤسس، آهنگساز و خواننده گروه اوهام یکی از مستعدترین و خلاقترین موزیسین‌های نسل ماست. با وجود اینکه صدای شهرام صدای به اصطلاح شش دانگ نیست و ضعف‌هایی در اجرا داره، اما موفق شده در تمام این سالها ارتباط خوبی با مخاطبان و شنونده‌های آثارش برقرار کنه. رسم عاشق‌کشی نمونه ای از همین قطعات. تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود، رسم عاشق‌کشی و شیوه شهرآشوبی جامعه ای بود که بر قامت او دوخته بود.
حضور شهرام شهرباف و گروه اوهام در فضای موسیقی مجاز داخلی و اینکه هر از گاهی امکان اجرای زنده آثارشون به وجود میاد برای شنونده های همیشگی اوهام و نسلی که با اینترنت دایلاب و مودم های پرسر و صدا به سختی آثار اونها رو دانلود میکرد و میشنید غنیمت بزرگه. امیدوارم شهرام شهرباف با گسترش دامنه تجربیات و خلاقیتش به فضاهای کلامی متنوع به جز اشعار حافظ و استفاده از مضامین معاصر همچنان بتونه گروه اوهام رو به عنوان گروهی پیشرو در موسیقی تلفیقی ایرانی حفظ کنه.